قرآن و موشه مراشا قهره از یعقوب. ادامه قوانین شخیطا یورده آ فصل ششمین. یورده آ فصل ششم صحیف آلر. خب بمش و خطیم با چی شخیطا میکنه؟ خب میخوایی ببینیم چه چیزایی کاشره که بیانیم و با اون میسفایی شخیطا را انجام بدیم. صحیف آلر به خل دوار حتالوش با هر چیزی که جدا شده است شخطین شخیطا میکنه. پس شرط اول اینه که جدا شده از زمین باشه. پس به خل دوار حتالوش هر چیزی که جدا شده از زمینه شخطین شخیطا میکنه. بن به سکین چه با چاقو، بن به تصور چه با سنگ، بن به قرومیت شلقانه چه با پوسته نی. قرومیت شلقانه میشه پوسته نی. نی ها اگم یعنی مغزار، نیزار که خونده میشه فلان ایشپندیا. وشن و سیپورن و دندان به سیپورن و ناخون یخیدی به تنهایی. پس آقا با اینا میشه شخیطا کرد، با چاقو و سنگ و نوعی نی مخصوص که ایشپندیا میگن و همچنین دندون و ناخون اگه تنهایی باشن. به کیوتسه با هم و امثال هم میدیوره هم حخطوخیم میدواریم حخطوخیم از مواردی که میبرن. پس هر چیزی که حالت برش داشته باشه میشه باش شخیطا کرد، چیزی که برنده باشه. وهو شیهیه، حالا این مهمه، و وهو و به شرط این که شیهیه که باشد پیو لبه اون خاد تیز ولو یهیه با پگام و پگام نداشته باشه. پس اولا باید از زمین جدا باشه، دوما خاد و بدون پگام باشه، پیو میشه لبه. هگا و اسور لیش خود پیش آر و اسوره که شخیطا کنن با سایر نی ها. ببینید یه نوع نی مخصوصه که میشه شخیطا کرد، ولی بقیه نی ها اسوره با شخیطا بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه این نوع نیه که سالم میمونه و پگام بر نمیداره. بقیه نی ها اونا پگام بر میدارن یا جدا میشن از هم دیگه. پس اولا چیزی باید باشه که از زمین جدا باشه، چیزی که با شخیطا میکنن، دوما بدون پگام باشه و نیه هم گفتیم فقط یه نوع نیه مخصوص بوده که میشده با شخیطا بکنن، ولی بقیه یه نیه ها مجاز نیست. بوز خوخید یا شیشه، با شیشه هم میشه شخیطا کرد، با شیشه هم میشه، اما به شرط اینکه تیکه های شیشه جدا نشه. ببینید بعضی موقع هست که شیشه وقتی برنده باشه تیکه هاش جدا میشه، ذراتش. خب واضحه که با این نمیشه شخیطا کرد. شیشه که محکمه و ذراتش جدا نمیشه اون مجازه. شکل صمیم که اون ذراتش نیمدالی مهم جدا میشن. پس اگه ذرات شیشه جدا بشه نباید با شیخ تابو کنن. به اشتاخوش و باید بترسیم نیم قیمت برای سوراخ شدن حسیمانیم اون سیمانیم نایومری. سیمانیم منظور نایومریه. پس آقا با شیشه نباید شیخ تابو کنیم اگه ذراتش جدا میشه، به خاطر اینکه سوراخ میکنه نایومریا. در نتیجه نباید با اون شخیطا کرد. خب رو تا اینجا نگه دارید. بریم شخا بخونیم. شخا ببینید سیفته کوهن. شخ سیفته کوهن صحیف قاتان آله. اینجا باید شخش را بخونیم. مهمه. به شن و سیپورن یخیدی. گفتیم دندون و ناخون میشه با اینام شخیطا کرد. به شرط اینکه یخیدی باشن. تکی باشن. یعنی یه دندون باشه. یه دندون مثلا بزرگ. یا یه ناخون باشه. چند تا کنار هم باشه نمیشه. کلومر یعنی شخ میخونیم. کلومر یعنی دوغا. فقط هخا ششاخت بشن بوددت. جایی که شخیطا بکنه با دندون تنهایی. او سیپورن یخیدیت یا ناخون تنهایی. یعنی یه ناخون یا یه دندون. به این با این پیموت کلار و پگامم نداشته باشه. دهو کاشر که اون کاشر برای شخیطا. اول به شاخت. اما اگه شخیطا میکنه بیشتر شینعیم با دوتا دندون یا بیشتر سیپور نعیم با دوتا ناخون یا بیشتر شخیطا تو پسولا، شخیطاش پاسوله. به خاطر این که شعین هم خودخیم اونا نمیبرن، بلکه قرعیم پاره میکنن. سیمانیم را الیده توسط هاره وخش بینه هم. اون فاصله ای که بینشونه. دهاوه که میباشد مثل سکین پاگوم، سکین عیبدار. شخ پس صحیف قاتان عارف آخونیم. فصل 6 را داریم میخونیم. فصل 6 سیفت کوهن صحیف قاتان عارف آخوندیم. پس ما گفتیم هر چیز که از زمین جدا باشه. چه فلز، چه نی مخصوص، چه دندون،
چه ناخون میشه با اینها شخیطا کرد، به شرط اینکه پگام نداشته باشه. این که میگیم دندون و ناخون، فقط یه دندون یا یه ناخون میشه شخیطا کرد، ولی اگه دو تا کنار هم بود نمیشه، چون فاصله بینشونه. وقتی فاصله بینشون باشه به جای اینکه ببرن میکنه سیمانی ما. ببینید چرا نباید پیغام دار باشه؟ این مهمه، این نکته امتحانی و خیلی خیلی مهم. چرا نباید پیغام دار باشه چاقو؟ به خاطر اینکه سیمانی ما نمیبره وقتی پیغام داشته باشه، میکنه. اینا مثلا من وقتی امتحان شخیطا دادم این سوالی بود که پرسیدم، یکی از مهمترین سوالا بود. پس چرا نباید چاقو پیغام دار باشه و با اون شخیطا بکنن؟ چون پیغام سیمانی ما میکنه به جای اینکه ببره، و ما میخواییم بریده بشه، کنده بشه. این پاسوله مثل دقیقا دوتا ناخون که کنار هم باشه یا دوتا دندون که کنار هم باشه، فاصله بینشون باشه، اونا هم میکنه به جای اینکه ببرونه. خب این شخ تزم بخونیم رب و تایی صحیف قطان آلف تز تو رزاها گفتیم بیشار قانیم آسور لشکوت با یه نی مخصوص میشه شخیطا کرد، ولی بقیه نیها آسوره. حالا چرا بقیه نیها را نمیشه با شخیطا کرد؟ حتما دلیلش اینه که لفیش بیشار قانیم در مورد سایر نیها کش دو خبیم اتام، هنگامی که فشار میدن اونها را دسامیم. دسامیم یعنی چوبک، یا چی بگیم؟ ببینید نیها را دیدید وقتی تو دست بره چقدر درد داره، بعد یه چوبک هایی ازش هست که لایه لایه میتونیم اون نیه را جدا کنیم، به اونا میگن قسامیم. نیمدالی مهم جدا میشن از اونها و یه شلاخوش و میترسیم برای سوراخ کردن سیمانی. دهاوه که سکین پاگون و میشه مثل سکین پاگون. پس در نتیجه با یه نوع نیه مخصوص که قسامیمش جدا نمیشه میشه شخیطا کرد، ولی بقیه نیه ها چون که قسامیمش جدا میشه نمیشه شخیطا کرد. همینطور در مورد شیشه، شیشه هم گفتیم اگه یه شیشه یکه قشنگ و خوب ذراتش جدا نمیشه، مطمئنیم که ذراتش محکم سر جاش میمونه، میشه شخیطا کرد، ولی به طور کلی شیشه ذراتش میریزه، بنابراین اگه ذراتش میریزه نمیتونیم با اون شخیطا بکنیم. خب رب و تایمن معرخه تشویخانو میخونم خدمتتون. شماره یک اینجا تاکید میکنه که خب درسته که از اصل حلقا میشه با همه چی شخیطا کرد با چیزایی که خوندیم، به شرط اینکه برنده باشه و پیغامدار نباشه و از زمین جدا باشه. ولی امروزه رسمی که حتما با فلز دیگه شخیطا میکنیم، چون حالا یه سنگ پیدا کنید و سنگ را بدون پیغامش کنید و اینا تقریبا امروزه نمیشه. بنابراین امروزه رسمی که حتما با چاقوی شخیطای فلزی میایم و شخیطا میکنیم، که واضحه که اسم فلزی هم که معمولاً با شخیطا میکنن خلافه. ببینید یه آلیاژی اومدن درست کردن، این دیلا که هست همون دیلا را منظوره، این دیلا یه آلیه خاصی داره که دیر پیغام میخوره و زود پیغامش میده، دیر پیغام میخوره زود پیغامش میده. یعنی اومدن آزمایش هایی خیلی زیادی کردن که همچین چاقویی برای ما درست کردن که راحت باشه. بنابراین شما وقتی میخواید چاقو تحویل بدید، وقتی میخواید سکینه شکل تا تحویل بدید، خوبه که بیاید اولا توی چاقوی معمولی آشپزخونه تحویل بدید، چون حیف این دیلا را خراب بکنن پیغام بزنن در بیارید. ولی خب شما وقتی بتونید رو چاقوهای آشپزخونه معمولی تکین در بیارید بدون پیغام خاد و خادا، دیگه مطمئن باشید راحت تر میتونید اون دیلا را در بیارید. برای وقتی میخواد چاقو در بیارید، چون اول کارم هستید و چاقوتون خراب نشه، حتما سعی بکنید تو چاقوهای معمولی، چاقو آشپزخونه در بیارید که دارن تو بازار هست، بعد دیگه رو دی ال یه دونه تحویل بدید. همون اول نیاد رو دی ال پیغام بندازن براتون که بخواید در بیارید، چون حیف از بین میره. الان هر کدومش حدود $200 پولشه دیگه، حدود 6 میلیون تومان. پس برای تمرینی آشپزخونه ها رو تمرین کنید، ولی برای شخیطا حتما با این دی ال شخیطا بکنید، خیلی مهمه. این دیلا اومدن آلیاژش را سنجیدن که دیر پیغام بخوره زود پیغامش بره، هم خاد بشه هم خالاق، و بهترین چاقویی که میتونیم با اون شخیطا بکنیم. بله خب بریم ادامه ربوتای. ببخشید نمی دارم این چاقوی دسترس شخیطا هست اونا دیله؟ بله اینا که خارجیه دیله. این دیلا مخصوصا اگه مارک پسخ باشه که دیگه از همش بهتر. مثلا من حدود 3
سه تا شو دارم واقعا فوق العاده است. سه تا من دارم این دی ال ار. حالا یه نظریه هست میگه وقتی چاقوی شکل تارا میخوای انتخاب بکنی روش هم براق باشه، یعنی جنس چاقوی خوبه. ببینید لبش اولا مهمه، لبه یه چاقو خیلی مهمه که خوب باشه، که اون بستگی به آدم که چجوری این لبه را در بیاره، و رنگ چاقو هم مهمه. حالا طبق توضیح که معرف خطشون خان میگه، یعنی این چاقو دیالا را دیدید که آدم مثل آینه است، آدم میتونه خودش را توش ببینه، اینقدر سفید و براقه، اینا بهترین نوعشه. اینجا میگه اگه میخواین چاقو انتخاب کنین چاقو را انتخاب کن. خب دیالامشون اینجوریه دیگه که حتی آدم میتونه خودش را این چاقو ببینه و لوبنش هم راحت میره، که حالا به امید خدا در آینده بیشتر توضیح میدم خدمتتون که چاقو را چجوری درست کنیم، چجوری لوبن بره، چجوری پیغامش بره، چجوری خادش کنیم، چجوری خالاق باشه، چجوری لبه براش در میاریم که راحت تر پیغاما بره. به ذات هاشم یه جلسه حتما در این موارد توضیح میدم خدمتتون رو، در آوردنش هم با شک توضیح میدم خدمتتون. خب بریم ادامه ماران. ادامه ماران. پس عوض خوخید. بفرمایید هاخام خماری. سلام خیلی هم. سلام علیکم. سلام علیکم. میلتا اینجا. پیداش که یه مقداری کنیم. من دیر رسیدم یه مقداری تا تونستم لپتاپ روشن کنم. میشه یه توضیح مختصر بدید تا منم بیام تو بس دستون برم کنم؟ بله خواهش میکنم. ببینید حلاخامون در مورد سکین شخیتا هست، چاقوی شخیتا که گفتیم چاقوی شخیتا منم باید برنده باشه، از زمین جدا باشه، هر چیزی که پیغامدار نباشه و این خصوصیات ها داشته باشه میتونیم شخیتا بکنیم باشه، از جمله نی مخصوص، آهن، سنگ، ناخون، دندون، اینا رو میتونیم باشون شخیتا بکنیم. خب اما به شرط اینکه ناخون و دندون تکی باشن و بدون پیغام باشن، به خاطر اینکه اگه تکی نباشن و دوتا باشن سیمانی ما میبره، مثل همون دلیل پیغامدار میشه، مثل حالت پیغام میشه. چرا ما نباید با چاقوی پیغامدار شخیتا بکنیم؟ به خاطر اینکه به جای اینکه سیمانی ما ببره سیمانی ما میکنه. دلیل اینکه با چاقوی شخیتا باید حتما بدون پیغام باشه اینه که چون اگه پیغام داشته باشه سیمانی کنده میشه به جای اینکه بریده بشه. و بعد گفتیم با شیشه هم شخیتا نمی کنیم چون ذراتش جدا میشه، و همینطور نیهای دیگه چون که قسامیمش اون چوبکاش جدا میشن و باعث سوراخ شدن سیمانی میشن، نباید با اونها شخیتا بکنیم مگر اینکه نیه مخصوص باشه یا شیشه‌ای باشه که 100% بدونیم ذراتش جدا نمیشه، که میتونیم با اونها به شرط اینکه بدون پیغام باشن شخیتا بکنیم. اوکی؟ حالا ادامه ما بفرمایید هاخام یوناتان. سلام که بودارم، میخیره کنید با الماس هم میشه شخیطه کنن؟ آه با الماس هم اگه ذراتش جدا نشه میشه شخیطه بکنن، چه اشکالی داره؟ مثل شیشه میمونه قانونش دیگه، به شرط اینکه ذراتش جدا نشه. دست نه زنده باشید. سکین شسی دو اخاد مگال. ادامه ماران. ادامه ماران صحیفه آلف. سکین شسی دو اخاد مگال، چاقویی که یه سمتش مگاله. مگال یعنی چی بگیم فارسی شا؟ داس. یا بله داس یا ارمانند به سیدو هشنی یافه و سمت دومش خوبه. آه فرض کنید شما یه چاقو شخیتا دارید دو رویه، آه دو دمه، اصطلاحا میگن دو دم، یعنی هر دو ور میتونید شخیتا کنید، مثل چاقوی میلا. چاقو میلا رو دیدید هر دو طرفش چاقوه. خب فرض کنید شما یه چاقو شخیتا دارید که اینجوریه، ولی یه سمتش پیغام داره یه سمتش خوبه. خب لایش خود شخیتا نباید بکنن به صد حیافه با سمت خوب این چاقول خط خیلال. گزرا گزرا شما شاید یش خود شخیتا کنه به صد حیافه به سمت دیگه. پس چاقویی که دو دمه یه سمتش خوبه یه سمتش خوب نی، نباید با این چاقول خط خیلال شخیتا کنیم. چرا؟ چون اشتباها ممکنه یهو برگرده با اون سمت شخیتا کنه، اما حواسش نی هول میکنه یهو با اون سمتی که پیغام داره شخیتا میکنه. بنابراین چاقو همیشه یه دم داره، یه لبه داره، نمیام دو طرفشا میشه مثل چاقوی میلا دو طرفشا درست بکنیم، چون یهو حواسش نی اون طرفش یهو پیغام دار باشه و بیاد با اون طرف شخیتا بکنه. ولی اگه شخیتا کرد چون که به صد حیافه شاخه است از سمت درست شخیتا کرده کاشره. پس با چاقوی شخیتایی که دو دمه، یه دمش پیغام داره یه دمش نداره، خط خیلی نباید با اینا شخیتا کرد، چون ممکنه اینها از اون ور که پیغام داره شخیتا بکنه. خب
ولی اگه شخطا کرد و مطمئن درست با همون لبه‌ای که بدون پیغام بوده شخطا کرده، شخطاش کاشره. خب حالا ممکنه سوال بپرسید، بگید که چرا در مورد چاقوی میلا حتما چاقوی که استفاده میشه دو دمه؟ چرا؟ به خاطر اینکه در مورد میلا خیلی مقاس که آدم تو موقعیتی که داره میلا میکنه، ببینید سخت‌ترین کار میلا کردن. واقعا میگم ببینید شخطای بهما، شخطای اوف، اینا سختی نداره، چون در نهایت حالا فوقش اگه بد شخطا کرد خب ضرر پولیه نهایتا، خب ولی میلا ضرر جونیه. این شخص تا آخر عمر این وابسته به این کاریه که مهل انجام میده. خیلی میلا میسوای حساسیه، خیلی، یعنی سخت‌ترین مسئولیتیه که میتونه دوشه یه شخصی باشه. مثلا یه گروهی هست تو واتساپ، تمام محبوب دنیا تو اونجا عضون، خب بعد نمونه‌های مختلف رو میذارن، تمام ربانیم هستن، مثلا از برزیل، ارس، آرژانتین، آمریکا، هر جایی که بگید مهم توی کشوری هست اونجا هست، تو این گروه عضون. خب بعد مثلا الان ما عضویم تو اون گروه، میدونید که حدود منم حدود 10 سال میلا را دارم یاد میگیرم، الانم باروخشم یاد گرفتیم، ولی بازم هر چه آدم بیشتر یاد بگیره بهتره، خب بیشتر تجربه کسب بکنه. بعد تو این گروه بعضی موقع یه مواردی رو میذارن، یه مثلا اتفاقاتی که افتاده را میذارن، به عنوان مثال مثلا این بستن میلا. بعد از اینکه میلا میکنن، دیدید یه باندیان دور اون عطا را میبندن که هم خونریزی بند بیاد، همین پوسته عقب بمونه که پوسته جلو نیاد، چون اگه پوسته دوباره جلو بیاد رو عطارا، این باعث میشه که این آرل باشه، مثل اینه که هنوز میلا نکرده. خب پس اینا باید بعد این بانده را به شکلی میبندن، نه خیلی سفت باید ببندن، نه خیلی شل. اگه سفت ببندن بچه نمیتونه ادرار بکنه، خب و در نتیجه خطرناکه برای بچه دیگه. و خیلی موقع هم اگه صفر ببندن یهو عطاره کنده میشه، اون نمیرسه اونجا، یهو میفته سیاه میشه دور از جون. اگه شل ببندن اون پوسته که عقب رفته، خب اون پوسته که عقب رفته ول میشه میاد جلو، دوباره بعد به هم میلاش کنه، اون پوسته اومده جلو دیگه. خب خیلی خیلی میسوای مسئولیت سختیه، خیلی بی نهایت سخته. مثلا عکساشو نشون میداد، یه عکسی که گذاشته بود، یه بار آدینه یکی پور بوده میلا کردن، بعد هول هولی اومدن این پانسمانه را بستن، دو در جون سر بریته افتاده بوده، خون نرسیده بوده بشه، خون نرسیده بوده، این سر بریته دو در جون افتاده بوده. یا مثلا یکی اومده بوده میلا بکنه، دو در جون بیزه ها را هم باش بریده بوده، نصیب نباشه. یا مثلا خیلی میگم اصلا یه چیزهای آدم میبینه بعضی موقع که خیلی مسئولیت سختیه، خیلی، یعنی یه چیزیه که جبران ناپذیره اگه دور از اون اشتباهی بشه. خب حالا سر میلا، حالا داشتیم اینا میگفتیم، ولی چاقوی میلا خب دو طرفش اوکیه، دو طرفش حتما بریدگی داره. چرا؟ چون تو اون زمان آدمی ها ممکنه، حالا جماعت هم همه اونجان، همه دور آدم هم. اگه یه سمتش فقط بریدگی داشت، فقط چاقوی میشد دوباره، ممکن بود آدم اشتباه بکنه، هول بکنه، یا از اون برش بیاد دوباره که نمیباره، خب بچه زجر میکشه دیگه. خب به خاطر همین برای چاقوی میلا دو سمتش اومدن لبه دادن، که اگه از این سمت برید از اون سمت برید، هر دوتا درست باشه، زود بچه زجر نکشه، زود وقتی ماگنه میذارن ببرن و به این شکل میسوای میلا را انجام بدن. حالا امروز بازم حالا اینا رو گفتم نترسیدا، این نباشه که آدم مثلا نره میسوا را انجام بده یا مثلا عقب نشینی بکنه که یاد بگیره، نه، خیلی میسایه بزرگیه، میسایه که هر لحظه با اون شخص هست و این روزا هم یکم آسان‌تر شده به خاطر اینکه ما ماگن میذاریم. دیدید وقتی میخوان میلا بکنن پوسته را میکشن جلو، یه ماگن، یه حالت شکلیه که پوست میره لامون و این باعث میشه که وقتی میبرن دیگه عطارهای آسیب نبینه تو هنگام بریدن. قبلا می اومدن با ماژیک علامت می‌زدن دور پوسته را و می‌بریدن. خیلی موقع ممکن بود که مثلا سر عطارای هم دور از اون بریده بشه. نوکش مثلا بریده می‌شده و می‌دونید دیگه اگه اونجا بریده شه خونریزی شدیده، به خاطر اینکه اونجا پر از موی رگه. خب حالا امروزه میان ماگن می‌ذارن که دیگه 100% مطمئن باشیم که عطارای بریده نمیشه. زیر عطارای است و به این شکل اوکیه. و بعد پانسمان میکنن که پانسمانش باید خیلی با دقت باشه، فرد باید پانسمان کنه که مهارت داشته باشه. من باور کنید بعد از 10 سال که
میریم برام میلاد و چند همه مورداشا تا انجام دادم و اینا شاید نزدیک به حدود 26 هفت براخا میلا کردم. خب بازم با این وجود هنوز این پانسمانه را هنوز دست نگرفتم که پانسمان کنم، چون پانسمانش حساس ترین قسمتشه. وقتی میان این پانسمانه رو دور عطا را میپیچن اون خیلی سخته، خیلی، یعنی آدم باید دیگه مهارتش تجربهش تکمیل باشه و بیاد اون کار انجام بده. پس برای چاقوی میلا دو دمه حتما، ولی برای چاقوی شخی ما دو دم درست نمی کنیم خط خیلان، چون ممکنه یه سمتش پیغامدار باشه و بخواد با سمت خوبه شخطاب کنه ولی با سمت پیغامداری اشتباه هم شخطاب کنه. بله بفرمایید هاخام یوسف، ببخشید معطل شدید، بفرمایید. یاد دارم چاقوی شخیطای اوف مثلا اگه باشه میتونیم برای مثلا میلا یا مثلا برای بهما، اگه مثلا بهما کوچیک باشه بازی چیزی باشه استفاده کنیم. خب ببینید اینا میخونیم جلوتر قانون به چه شکله. چاقو باید اندازه خاصی داشته باشه، باید دو برابر گردن باشه به خط خیلی های که با اون شکتا بکنیم، مگر اینکه هلاخ هوا آبره که موقع حتی کوچیک‌تر هم باشه میشه سبک گرفت. ولی ما خط خیلی ها با چاقوی شخیطا میکنیم که دو برابر گردن اون چیزی که میخوایم شخیطا بکنیم باشه. مثلا چاقوی اوف دو برابر گردن اوفه حداقل، یا چاقوی گوسفند دو برابر گردن گوسفنده، یا چاقوی بهماگستا دو برابر گردن بهماگستاست. به خط خیلی اینجوری باید باشه. و در مورد میلا هم بله میتونید شما با چاقوی شخیطا اوف میلا بکنید، ولی توصیه نمیشه، خب کثیفه یا مخصوصه، ترجیحاً با وسایل مخصوص باید این میسوار انجام داد. هاخام یوسف عزیز درست؟ نه تو دارم از نظر هره خواه پرسیدم که بله میشه از نظر هره خواه پرسیدم هره خواه سرنگم میشه میلا بکنه. بله با سنگ تیز داره میشه میلا داره. بله خب بفرمایید هاخام رفایل، زنده باشید هاخام رفایل، بفرمایید. سلام علیکم. چهارم آخه آقا علیه، بفرمایید. حالا اگه تاج نداشته باشه به روتش مشکلیه؟ خب دور از جون دیگه نمیتونه تولید مثل بکنه، تولید مثل به صورت طبیعی دیگه نمیتونه بکنه، فقط حالتاییه که حالا دیگه از نظر پزشکیه که اون موقع میان با حالا به شرایط خاص دقیقه حالا سرافدید مرهور آب و اینا اسپرمش رو میگیرن و به شرایط خاصی اون موقع میتونه بچه دار بشه، یعنی به صورت عادی نمیتونه وقتی عطم را نداشته باشه. میلاب برای چاقو میلا گفتیم پیغام داشته باشه یا نه؟ نه گفتیم دو سمت میشه استفاده کرد، پیغام هم داشته باشه اشکالی نداره، ولی ترجیحاً بدون پیغام که درد نکشه بچه. ببینید هرچی پیغام نداشته باشه زج کمتره، درد کمتره، معمولاً بدون پیغامه. معمولا من به نگاه کردم همیشه چاقو میلا، آخه من یه ستشا دارم، یه ستشا همیشه دارم، بهترینش هم هست که از آمریکا برام آوردن. این الان بدون پیغام دیگه، خب بدون پیغامه که زج نکشه، پیغام هم نمیخوره، معمولا جایی نمیخوره که بخواد پیغام دار بشه. آقا دیگه اوکی، خب بریم ادامه رابطه. ادامه شونخانه رو حگا رسیدیم به حگا. ببینید خیلی ها میگن کسی که شخیطا میکنه خوبه میلا هم بکنه، واقعا درسته، خوبه کسی که شخیطا میکنه میسای میلا هم انجام بده، ولی واجب نیست 100%. حالا کسی فقط شوخته اشکالی نداره، کسی مهله اشکالی نداره، خوبه که اگه کسی شخیطا میکنه معمولا مهله هم باشه، ولی واجب نیست که حتما اینجوری باشه. خب حقا به هو حدیم و همون قانونه به سکین آروف در مورد چاقوی بلند چیش با پگیما که داره پاگوم به نشعار با شیعور و باقی مونده در آن اندازه شخیطا به نور پگیما بدون پاگوم آسور لشکوت با آسور با این شخیطا بکنن افین و بیمگوم حیافه حتی در مکانی که خوبه افین و این کارخ متلیت حتی اگه میپیچه متلیت پارچه ال ها پگیما بر پگام به این شاخت و اگه شخیطا کرد و آمر و گفت باری می مطمئنم من شلو ناگعتی که برخورد نکرد به ماقوم هپگیما به مکان پاگومدار شخیطا تو کشیرا شخیطاش کاشره بخیر و همچنین بخور بیشت هدخخ
در ایام هفته در زمان تنگی مطار نشخوت مجاز شخیتا کنه خط خیلا این کرخ مطلیت الهپگی ما اگه میپیچه پاچه بر روی اون پگام. آقا شما یه چاقوی دارید، خب این چاقوی بلند و خوبه، خب مثلا اندازه 4 تا گردن یه مرغه، 3 تا گردن یه مرغه، قسمت بالاش پگام داره. آیا شما میتونید بیایید قسمت بالاش رو با یه پارچه ببندید و با این چاقوی شخیتا کنید؟ واضحه که لخط خیلا آسور، لخط خیلا آسوره که این کار انجام بدید. بعد چاقوه را درست کنید، بعد شکتا بکنید. چرا؟ چون ما میترسیم یا به اون پگامه برخورد بکنه، خب؟ یا اینکه اصلا پارچه هم نزنه، آسوره با این چاقوه شکتا بکنه، چون میترسیم یا به اون پگامه برخورد کنه وقتی داره شکتا میکنه. مگر بیشت حد اخر در زمان تنگی که راه دیگه ای نداره و مجبور الان شکتا بکنه و چاقوش مثلا بالاش پگام داشته باشه، میتونه یه پارچه ای اون بالا ببنده، به شرط اینکه اندازه یه چاقوه به اندازه دو برابر گردن اون چیزی که میخواد شخیتا کنه باقی بمونه. مثلا چاقوه سه تا گردن مرغه، قسمت بالاش که پگام داره اونا ببنده، چاقوه به اندازه دو تا گردن مرغ میمونه، میتونه در زمان تنگی تکیه بکنه و اونجوری شخیتا بکنه. ولی هیچ موقع این کارو نکنید، شما هیچ موقع این کارو انجام ندید. یه بار مثلا من این مورد برام پیش اومده بود، خب چاقوه بالاش هر کاری می‌کردم پیگامه نمی‌رفت و این می‌خواستیم شخیتا بکنیم، خب بعد هاراف گرامی به من اجازه ندادن، گفتن نه بشین حتا شده یک ساعت دو ساعت بشین درستش کن بعد شخیتا بکن، این که بالاشا ببندید که پیگامه مثلا با پارچه ببندید و بخواید شخیتا کنید این خیلی میخشول توش پیش میاد. خیلی این موقع آدم حواسش نیست، مثلا بعضیا چسب می‌زنن چسب نواری، این موقع آدم حواسش نیست میره جلوتر به عادتی که داره برای شخیتا. پس هیچ وقت شما این کارو نکنید، با وجود اینکه اینجا نوشته در زمان تنگی میشه سبک گرفت، ولی هیچ وقت این توصیه نمیشه این کارو بکنید. خیلی میخواد توش میاد، خیلی مسئولیت توش میاد و هم میگم خدمتتون هاراف گرامی به من اصلا اجازه ندادن هیچ وقت این کارو انجام بدم. شما هم حتما سعی کنید که هیچ موقع این کارو انجام ندید، بشینید چاقوتون رو درست کنید. ببینید حالا به امید خدا لمایی که توضیح میدیم در آینده برادر آوردنش چاقوی شخیتا، اون لما را که یاد بگیرید زود میتونید یاد بگیرید در بیارید، مثلا تو نیم ساعت تو 20 دقیقه یه چاقوی افا دیگه باید بتونید در بیارید. حالا به همارا تو نیم ساعته به امید خدا بذاتشه، اصلا تکیه نکنید که بخواید ببندید و پارچه بزنید و اینا، خیلی مهمه. من متاسفانه بعضی شخیتا رو میبینم مثلا طرف وقت نمیذاره چاقوشا درست کنه، میاد وقتی پیغام داشته باشه اون قسمت مالاش میبنده و تعداد بالا یه حد 200-300 تا شخیتا میکنه، 100% میخشول پیش میاد، 100% لرزش پیش میاد و اصلا کاری که میکنه کار جالبی نیست. باید بهش گفت، باید بهش بگن که آقا این کاری که میکنی اشتباس، یه چاقوی دیگه ببر. فرد شخیت که مسئولیت مثلا یه شهری یا داره تعداد بالا شخیتا میکنه موظف چند تا چاقو آماده همیشه آماده داشته باشه، همیشه ببینید همیشه شخیت باید چاقوش آماده باشه. چون یهو میان در خونه مثلا میگن آقا همین الان میخوایم بریم شخیتا، نمیتونه بگه آقا نمیتونم چاقوم عیب داره فلان میسار، شخیت باید اولا تجریحاً چند تا چاقو و همیشه آماده، همیشه آماده. این آقای پریزاد تو تهران که میرفتن من برای بهما بمیگفتن، گفتن همیشه چاقوی بهمات آماده باشه، ممکنه همین الان که بهت زنگ بزنه آقا همین الان میخوایم بریم شخیتا. این که حالا بگی پیغام داره و حالا بیام ببندم اون قسمت شما با شخیتا بکنم، این کار جالبی نیست. هوانت هم ربوت های سوالی نیست؟ بریم ادامه؟ مثلا در رابطه با سنگ شخیتا میگه چجوره؟ یکیش زخیمتره، یکیش نازکتره؟ سنگ مک؟ سنگ هایی که باش کاردو درست میکنن چند نمونه هستن؟ مهینا یه جلسه میذاریم مثلا برای کلن برای این موارد، هر کدوم سنگا برای چیه، کدوم پیغام میبره، کدوم لبه میده، کدوم نرم میکنه، کدوم خالاق میشه، کدوم خاد میشه، همه اینا رو ببینید. به امید خدا یه جلسه اصلا به صورت عملی من خدمتتون میذارم، همه سنگا رو نشونتون میدم، توضیح میدم چه مدلیه، چجوری رو سنگ برید، با چه زاویه‌ای باشه، چجوری چاقوا دست بگیرید، چجوری چاقوا رو سنگ بذارید، چجوری حرکت بدید، اینا رو همه رو ببینید. دو سه مدل حتما توضیح میدم خدمتتون به عزت هاشم. حالا فعلا تئوریا قوی بشیم بعد میریم تو عملی دونه. خب بریم ادامه ربطایی. ولی خط خیلا یش بی ظاهر باید مواظب باشه افیل و این لسکین پگیما، حتی اگه چاقو پگام نداره
رق فقط بن حقتا بین دسته چاق و بن حقتا بین دسته چاق و خب لایش خود کو شخیطا نکنه با من. ببینید شما وقتی چاقو تحویل میدید چاقوی شخیطا، نوک چاقو و نوک آخر چاقو که نزدیک دست است نباید پیگام داشته باشه. خیلی اونجا مهمه، اونجا هم باید بدقیق کنید که حالا به امید خدا به عزت هشه تو عملی که نشونتون تو عملی که کلاس میذاریم برای در آوردن نشونتون میدن که چجوری بدقیق کنید که بتونید آخر را بهتر حسش بکنید به عزت هشه. اوکی؟ پس وقتی چاقو در میارید حتی انتهای چاقو، چه نوک چاقو چه انتهای چاقو که نزدیک به دست است باید بدون پیگام باشه. چرا اینقدر مهمه؟ اینا رو مثلا ما که چاقو تحویل میدادیم 8 سال پیش به هارو گرامی مثلا اینجا رو خیلی دقت میکردن. حالا نشونتون میدم چه جوری باید بدقیق کرد که حس بهتر بتونیم حس بکنیم اون نوکاشا. چرا اینقدر مهمه؟ به خاطر اینکه بعضی موقع است وقتی ما شخیطا میکنیم یهو کل چاقو میره، کل چاقو رو گردنه میره، از جمله نوک چاقو یا نوکش از پایین. درنج اگه پیغام داشته باشه نملاس. اگه شما نوک چاقوتون دشمناتون پیغام داشته باشه و شخیطا کنید، این شخیطا نملاس 100%. خب بریم ادامه. یه لحظه اینجا توضیح نداره که بگم خدمتتون. بله بله. پس در نتیجه اگه یکی مثلا نوک چاقوش پیگام داره آسوره با این شخیطا بکنه. حالا اگه یکی شخیطا کرد و اومد گفتش که آقا من مطمئنم که به نوکش برخورد نکرد، یعنی میدونستم پیگام داره، حواسم بود، خب بعد دیدم که به نوکه برخورد نکرد، میشه سواد گرفت و بگیم کاشره اگه میدونسته. ولی بازم میگم خدمتتون لخط خیلا آسوره که ما بیایم با چاقویی که نوکش از بالا یا پایین پیغام داشته باشه شخیطا بکنیم. خب رو برای حتما اینا چیزی نداره، توضیح دادم خدمتتون. بله یه لحظه اینجا این توضیح هم بخونیم. بله بایر هتب سایف باتان هرا بخونیم. بفرمایید تاکان فومانی. روی نو این چیزی که فرمودید اگر دست یعنی تریکارد منده به دست یه مقدار پیگاه که باشه یا فرمودید لخطه خواهد گفتید شخیطا نکنه، اگر شخیطا کردن باز اون کاشره به شرطی که اگه نمیدونست اونجا پیگامه اون شخیطا کردنی ولاس، ولی اگه میدونست و مطمئنه به اونجا برخورد نکرده به دیوت کاشره. نه میدونم این در حالتیه که اینو میدونستم. خب این در حالتی که فرمودید اگر میدونسته و شخیطا کرده و میگه من به این مکان برخورد نکردم، این یعنی میخواد بگه که اصلا این پیگامه رو با یه پارچه چیزی اصلا نبسته بودتش؟ نبسته بوده. بله. آها بله بله. اوکی خب رو تایی برهتر سایف قاتن گیمه رو ببینیم. برهتر سایف قاتن گیمه گفتیم بله بخونیم. هپگی ما به کاتب به تز و نمیشته در طول زهاب دمیره که صحبت میکنه دمغا فقط شیاده شهای هپگی ما که میدونسته که پیام داشته و مواظب بوده از اون اول این نوع یاده، اما اگه نمیدونسته که پیام داره و دای اینونه ما مینن امین نیست. یعنی آقا اگه شما میدونستید بالاش پیام داره، گفتیم نخط خیلی آسوره شخیطا کرد با این چاقو، اگه میدونستید بالاش پیام داره و اومدید شخیطا کردید و میگید آقا من مطمئنم به پیامه نخورده، شخیطای بدیعوت کاشره. ولی اگه نمیدونستید که پیامه هست شخیطا کردید، بعد میگید آقا من مطمئنم وقتی شخیطا کردم به پیامه نخورده، چون نمیدونستید پیام داره پس حواستونم جمع نبوده که به اون نخوره، در نتیجه خورده و نبلاس. پس یه بار دیگه اگه میدونستید مثلا نوکش پیام داره آسور شخیطا بکنید، ولی اگه شخیطا کرد اگه بگه مطمئنم نخورده به نوکش به دیوت کاشه. خب ولی اگه نمیدونسته مثلا بالاش پیام داره و بعد شخیطا کرد بعد میگه آقا مطمئنم به بالاش نخورد، حرفش نعمان نیست، چون آدم وقتی چیزی ها نمیدونه نمیاد فکرشا ذهنشا دقیق رون تمرکز بده که آقا اونجا برخورد نکنه. بله بفرمایید هاخام خماری.
سوالی هست؟ نه میلا دستم بالا مونده بود. ببخشید نمیاد پایین. خب بریم سایف قاتان دالت برای هتل. سایف قاتان دالت برای هتل قبلا میشد. سایف قاتان دالت. حسکین به کاتب به شخ به تز. نوشته در شخ و تز. سیفت کوین و تور زهار. به خور شکن. و صد البته به سکین شگشت و اوقت. خد به روشو. چاقویی که در یه اوقت. یه نیش خد به روشو یکی در سرش که مجاز شخطا کنن با اون با در یومتوب الگده توسط این که شید خب روش که بپوشونه سر اون اوقتا به قسام با یه چوب. ببینید مثلا نوک چاقوه. خب میدونید که تو یومتوب میشه شخیطا کرد. خب مثلا قدیم که یخچال و اینا نبوده تو یومتوب مجاز شخیطا کردن. تو خل حمایت میشه شخیطا کرد. خل حمایت هم میشه اگه سرخ یومتوب باشه. سرخ حمایت باشه. بنابراین تو خل حمایت نباید ترجیحا شخیطا بکنن. اگر اینکه بخوان تو خود موعد برای کابود موعد اون مرغ یا گوشته را استفاده بکنن. اگه نمیخوان استفاده کنن نمیشه تو خل حمایت شخیطا کرد. اوکی؟ تو یومتوب هم همینطور. تو یومتوب هم اگه میخوان سرخ یومتوب استفاده کنن میتونن شخیطا بکنن. البته امروزه حالا یه ما یخچال و اینا داریم که کسی نمیاد یومتوب شخیطا بکنه. خب حالا قدیم بیشتر اینجوری بوده. حالا اگه یکی خواست تو یومتوب شخیطا کنه میدونه که نمیشه چاقو درست کرد تو یومتوب. شما فقط میتونید شخیطا کنید تو یومتوب. نمیتونید تو یومتوب بیاد چاقوتونا بدون پیغامش کنید اگه پیغام داشته باشه. چون فقط چیزی که اخل نفشه تو یوم تو برای ما مجاز انجام بدیم. ولی مخشیر اخل نفش زایی که برای مساعد کردن و آماده کردنه برای ما مجاز نیست. برای این درست آماده کردن چاقو هم مجاز نیست. البته طبق نظر خخامیم ربی الیزر حتی مخشیره هم هتل میدن که علاقه طبق نظر ربی الیزر نیست. درسته؟ حالا فرض کنید یوم تو بود شما میخواستید شخیطا کنید نوک چاقوتون پیغام داره. تو این حالت به دیعوت چون راه دیگه‌ای نیست میتونید بیاید با یه پارچه اونا ببندید و شخیطا کنید. ببینید اینا همیش به دیعوته و لخط خیلا. الان شما خواستید شخیطا کنید بگید آقا حالشو ندارم چاقو را درست کنم میام یه پارچه دورش میزنم برم شخیطا کنم. این آسوره. 100% آسوره. اگه تعداد بالاست هیچ موقع به این تکیه نکنید که بیاید ببندید بخواید بالاشو ببندید و شخیطا کنید. من متاسفانه دیدم یه شوخت این کارا کرد. 100% این ممنوعه. آسور. فقط اگه موعده مثلا یه دونه مرخم هست دیگه به دیعوت بیشت حداقل راه دیگه ای نیست که تو حالت بیاد اون بالاشا ببنده به شرط این که البته چاقوه باقی بمونه ازش به اندازه دو برابر اون گردن میتونیم سبک بگیریم. بله بفرمایید هاخام یوسف. شباتم جان شباتم ما اگه بخوایم شقیدا بکنیم بیشت حداقل به دیعوت میشه؟ شبات؟ آره مثلا اگه مثلا خیلی گوشتمون باشه چیزی نباشه شبات؟ شبات آب ملاخاست. جون گرفتن یه جاندار کشتن یه جاندار آب ملاخاست تو شبات. آسوره. خب اینجا یومتوب ممنوعیت داره جان؟ اینجا یومتوب گفت. من یومتوب دیگه گفت این سال پرسیدم. یومتوب به خاطر این که غذا پختن هم مجازه. چون غذا پختن مجازه تو یومتوب خب در نتیجه چیزایی هم که احتیاج غذاست مجازه. ولی شبات که غذا پختن مجازه تو شبات سور گاموره آب مناخاست. شخیطان پس تو شبات آسوره. حتی اگه یکی تو شبات شخیطا بکنه آنه جلوتر میخونیم آیا شخیطاش کاشره یا نه. اوکی هاخام یوسف. اگه ما بخوایم تو خورمایت بکنیم بخوایم خورمایت شخیطا بکنیم که مثلا مرغ هم داریم ولی که مثلا مرغ تازه تر بخونیم یا مثلا مرغ تیکه شده داریم میخواییم مثلا مرغ کامل رو بپزیم امکان داره؟ طبق هارموردیا بعده. ولی امروزه توصیه نمیشه این کار کنند. معمولا امروزه نمیان یومتو شخیطا بکنند چون دیگه یخچال رو اینا همه داریم. خل هم موعد فقط اگه سرخه موعد بخواد استفاده کنه دیگه میتونیم مجاز کنیم و خل هم موعد هم شخیطا بکنه. بله. زنده باشید. خب بریم بعدم شعر من اخیم که مطارب
لطفاً مجبور نیستین از حالا به بعد لطفاً سوال ما رو خم بکنید. بعد وقتا بنده یه سرکی میکشم بعد از شعور خودم. افتخار میدید. با اجازهتون نه اینا. حالا شعور بنده بلاخواه شد. دیدم شما هم اومدین تو این گفتم که عدتون فید ببرم تا اونجایی که میشه. بعد وقتا خواهش میکنم. یه سرکی میکشم و با اجازه میرم که یه خوده لذت ببرم و برم. خواهش میکنم. افتخار میدید که مثلا. وفاتش بنده میرم مفرد میخوام لطفاً از حالا به بعد ادامه بدین اگه بنده را میبینیم خواهش میکنم خدمت خدا رب آمش سلام باشید برهته سایف قطان ه پس ما گفتیم آقا لخط خیلی آسوره که بیاد مثلا چاقوی که پیغام داره سرش بیاد ببنده و بخواد شیخ خطاب کنه اگر بیشه هدخل راه دیگه ای نبود موقع میشه هتر داد یعنی بازم تعداد بالا باشه اون حالت میکرول پیش میاد و وقتی میاد اون قسمت چاقوه را میبنده بازم باید دو برابر گردن اون چیزی که میخواد شکیتا بکنه باقی بمونه از چاقوه مثلا چاقوه سه برابر گردن مرغه خب بالاش که پیغام خورده میاد پیغام را میبنده الان دو برابر گردن مرغه میمونه از چاقوه تو این حالت میتونه بیاد و شکیتا بکنه خب سایف قاتان هرا ببینیم برای هتر البته اینا همین خط خیلا نیستا بکات هم به شخ و نوشته در شخ ها خواب با اینا اینجا لازم داریم ملو سوار یعنی به اندازه یه گردن باشه به خشینا که میترسیم شما شاید که شیولیخ و یاوی که هنگامی که میبره و میاره ال یده کاخ توسط اون یه نتق یعنی جدا بشه همتلیت اون پارچه میمقومو از مکانش به شخط بیفکی ما و شخیطا کنه با جایی که پیغام داره یعنی آقا وقتی میای چاقوه را بالاش که پیغام داره را میبندی شب حد اخر که شخیطا بکنی باید به اندازه ای جا داشته باشه که بتونی قشنگ شخیطا بکنی از چاقوه بمونه یه مقدار که درست شخیطا بشه وگرنه خیلی موقع است که وقتی میای شخیطا میکنی میره رو این پارچه هم کنده میشه و هم شهیا میشه و هم پیغام داره میخوره به پیغامه میخوره به سیمانی و به این شکل به حالت میخشول میاد که واضحه دیگه که بازم تاکید میکنیم هیچ وقت توصیه نمیشه که شما این کار انجام بدید همیشه سعی بکنید شخط باید سکینش آماده باشه حتی چند تا آماده داشته باشه هر زمانی به خاطر اینکه خیلی مقاست که میان فوراً میخوان شکیتا بکنن و شما وقت ندارید بیاید درست بکنید هول هولی ممکنه بدیغا کنید بخواید در بیارید و اینا همیشه حالت میخشول پیش میاد مثلا همیشه تهران که من میرفتم شخیتا گفتن تو خونه سعی کن سکینت آماده باشه بعد بیای شخیتا نه اینکه بخوای تو کشتارگاه چاقودو آماده بکنی خاطر اینکه اون موقع ببینید خب استرس هست شلوغ اونجا حالا چاقود بیای رو سنگ درست بری ممکنه از دستت مثلا یهو خدای نکرده بیفته هیچ موقع آدم تکه نکنه که اونجا بخواد درست بکنه چون اون موقع ممکنه مثلا آدم درست نتونه حس بکنه تو خونه با آرامش دل قرار راحت همیشه سکیناتون آماده بکنید بعد برید شخیتا به این تکه نکنید که آقا اونجا که رفتم درست میکنم خب میریم صحیفه بت شورخانه روخ فصل ششم صحیفه بت هشوخت بداوار همه خوبار لقرده کسی که شخیتا میکنه با چیزی که متصل به زمینه ببینید صحیفه اول خوندیم چیزی که با شخیتا میشه باید تالوش باشه جدا شده باشه پس اینجا تاکید اینجا میگه جدا شده یعنی چی یعنی هشوخت بداوار همه خوبان نقرده یعنی از زمین جدا باشه پس کسی که شخیتا میکنه با چیزی که به زمین وصله اول گوف یا به بدن وصله مثل سیپوره ناخون بشن یا دندون همه خوباریم که متصلن بر به هما در به هما شخیتا تو پسولا شخیتاش پاسوله پس آقا چیزی که میخوایم با شخیتا کنیم هم باید از زمین جدا باشه به زمین وصل نباشه و هم اگه مثلا با یه ناخونیه که گفتیم البته باید یه ناخون باشه یا یه دندون باشه اگه دوتا ناخون باشن یا دوتا دندون باشن چون بینشون فاصله است نمیاد ببره میکنه سیمانی ما در نتیجه نولاس خب حالا یه ناخونی که مثلا اومده تیزش کرده میخواد با شخیتا بکنه حتما باید تالوش باشه یعنی حتما باید جدا شده از بدن اون مثلا حیوونه باشه یا همینطور دندون نباید وصل باشه به اون حالا میخونیم دلایلش تالوش مین حققه و چیزی که جداست از زمین
بولبسوف خیب برو به قردن و اومدن اونا وصلش کردن به زمین. نویش خود شخیطا نکنه. آه پس کنید مثلا یه نی، یه نی مخصوصی که گفتیم، یه نی مخصوصه که میشه با شخیطا کرد به شرط اینکه اون قسامی میشه ذراتش جدا نشه. خب حالا این نیه جدا از زمین باید باشه. خب جدا از زمین بود، الان اومدید به زمین وصلش کردید. خب نباید با این شخیطا کنیم چون به زمین وصله، به این شاخ هست، ولی اگه شخیطا کرد شخیطاش کاشه. پس ببینید چیزی که جدا شده الان دوباره وصلش میکنه، اگه شخیطا کرد شخیطاش کاشره به دیگر، ولی چیزی که از اول چسبیده به زمین آسوره شخیطا بکنن، حتی به دیعود، حتی به دیعود هم کاشره نیست. و افین و این بیتلو حتی اگه باطلش کردن، بهو شلو یه نیشراش، و اون به شرط اینکه ریشه نزده باشه در زمین بعد از اینکه اونا باطلش کردن، که حالا بعد حتی اینا رو بیشتر توضیح میده یعنی چی باطلش کردن و اینا. اوکی میریم رابط های برهته سایب قطن با همه خوبار گفتیم چیزی که به زمین وصله آسوره با شخیطا بکنه. شنعمر چرا؟ به خاطر اینکه تو تورا گفته و یه قرخ ات همه اخلت به یادو و گرفت اون معخلت جارا شیزال توضیح میدن منظور چاقوه، مثل چاقو که یه چیزی ها میبره میره پایین، مثل اینه که میخوره. ها معخلت از لفظ خوردن میاد، یعنی چیزی میخوره و میره پایین. ها حالا راشی هم میگه معخلت پس منظور چاقوه. پس تو تورا گفته و این غخ و گرفت ات همه معخلت اون چاقو ها ایش خود برای اینکه شقیطا بکنه. میده دنی غخ میاد از اونجایی که گرفته میاد لگد از دست به دست که ما معخلت مثل چاقو. پس از پاسوق تورا ما یاد میگیریم که ابراهام وقتی میخواست اسحاق قربانی کنه چاقو تو دست گرفت، پس باید چاقو تو دست باشه، به زمین وصل باشه، این آسونه باشه کتاب کنن. اینا تو گمارای خونین توضیح میده. بله خب بریم ادامه برهتمه. ابو تنگ برهتمه صاحب قاطن زینب ببینیم بیتلو اگه باطل شده باشه نباید ریش، حتی اگه باطلش هم کرده نباید ریشه زده باشه تو زمین، اگه ریشه زده می خوبان حساب میشه. صاحب قاطن زین بیتلو و کاتب به طور زهاب و هشخ نوشته در طول زهابون سیفت کهن به شم کل ها پسخیم از قول همه پسخیم، پسخیم اخرونیم که اختلاف نظر دارن بر این مورد و عقیده دارن دعف بدیعود که حتی بدیعود هم آسوره اگه اونا باطلش کردن، یعنی شرخ و تز و همه اخرونیم میگن پاسوره اگه اون باطل شده. بله خب حالا باطل شدن ها ربوتای باطل شده یعنی این که دیگه به زمین وصل نیست، به این میگن باطل شده. پس اگه باطل شده طبق نظر اکثر اخرونیم اگه به زمین دوباره وصل کرده نباید با شخیطا بکنیم. خب ولی طبق ماران هم میگن لخط خیلی آسوره شخیطا بکنیم، اما اگه شخیطا کرد اگه از زمین جدا شده دوباره به زمین وصل کرده به شرط اینکه ریشه نزده به دیعود کاشه. خب صایف قاتن ختم ببینیم ربوتای شبیت تنو و کاتم به تز نوشته در تز ارخا دمیلتا ناقت، یعنی یه مطلب یا اینجا میخواد به ما یاد بده که ذکر کرده اول به امت اما در حقیقت نیشراش اگه ریشه زد للو باطلو و باطل نشود حتی تو این صورت هم آسوده. پس کنید باطلش نکرده خب و ریشه داره حتی در این صورت هم آسوده. واضحه دیگه. خب رو تایی تا همینجا با اجازتون نگه میداریم تا جلسه دیگه به ذات هشه. سوالی نیست؟ بفهمید این هم چیزی که میتونید حتی اگه باطلش نکرده و ریشه